بیش از 90% انجیرهای تولید شده در هرات از ولسوالی زندجان هرات می باشد. زندجان هرات. سلام دوستان، چطوری بچه ها؟ اومدیم خوراکی بیاریم براتون. خوش اومدید. حبوبات. بد مطرح میکنی موضوع. حبوبات. اینگاه مثلا داری با رفیقات تو کوچه صحبت میکنی. خب رفیقم دیگه. رفیقم دیگه باشون. رفیقی؟ آره دیگه. بریم آقا. بریم داشته باشیم بچه ها. میخوایم بریم یک میوه جادویی افغانستان که تو ایران هم بابا. گرون. میدونیم که کلا چیزایی که تو افغانستان هست خیلی کمیابه، ولی بریم با هم بررسی بکنیم ببینیم که این میوه جادویی چه میتونه خصوصیت‌هایی داشته باشه، فوایدی میتونه داشته باشه و چه کمکی میتونه به اقتصاد افغانستان بکنه. آره بالاخره صادر میشه دیگه. بریم با هم داشته باشیم این مثلا اون جلغوزه دیگه، جلغوزه که تو ایران الان نزدیک 2 میلیون کیلویی 2 میلیونه. بله بریم که با هم از کانال سعید ژورنال اگه اشتباه نکنم بریم با هم دیگه داشته باشیم ویدیو. لتس. چی میوه؟ میوه نیست، انجیر. انجیر خشک تو ایران هم هست دیگه. محبوب‌ترین میوه‌های خشک و یک قلمی سالاد. شبیه ماره. اصلا ببین افغانستان، ببین همونطور که مشهد ما چون هم مرز افغانستانی می‌بینیم تو خشبار قویه، قطعا افغانستان آره خیلی قوی‌تر میتونه باشه چون ما یه شهرمون اینجوریه. احمد غذایی و داروی انجیر این میوه را به یکی از محصولات مهم زراعتی تبدیل کرده است. بچه اینا تو ایران هم هست، اینجور درست میکنن میبندن تو چیز دیگه. من نیدم انجیر مثل همون باسفور و باسفور چیه مثل اونه عربی، اروپا و کانادا اینا صادر میشه. آره. بنیاد آمارهای وزارت زراعت بردش 65 میلیون دلار آمریکایی انجیر افغانستان به کشورهای هند، امارات متحده عربی، اروپا و کانادا امسال صادر شدند. این در حالی است که بردش 10 میلیون دلار تفاهمنامه فروش انجیر در نمایشگاه بین المللی محصولات زراعتی در دبی به امضا رسیده است. له میکنن بعد نخ پرس میکنن، نخ میندازن، یک آرد مانند یه چیزی روش میندازن، بعد یه ماده ای از تو ایران میریزن، شیر مانند روش میریزن و بسته‌بندی میکنن یه جعبه ها اینجوری کار کنه. چی بشه بعدش؟ چجوری میخورنش؟ همون دیگه، برمیداری دونه دونه میخوری دیگه. بعد یک مزه ای هم، یه عسل مانه، یه شیره خود انجیره. من تهش مثلا همون خودشو میخورم عادی، یا یعنی که مثلا بندازم تو آب آبشو نه میدونم. همونه خشکه، یه خیسه دیگه. خب یه شیره خودشو میریزم میپزم میریزم. افغانستان بیشترین بازدید کنندگان را در این نمایشگاه داشته است. از مجموعه حاصلات انجیر در کشور دیدم در حدود 8000 تن آن به کشور صادر شده و متباقی در بازارهای داخلی خرید فروش می شود. تو ایران آویزون می‌کنه. اگر ماشین سر رفته میرون عکس می‌گیرن براتون. بیشتر سمت شهرستان زیاده. بر بنیاد آمارها امسال کندهار در حدود 10000 تن انجیر حاصلات داشته است. کندهار حلقه مانند له شده، درست است. آره پرس میشن دیگه. ولی یک خوشمزه میشه بچه ها. بعد توشون آره اصلا فازش مزهش فرق میکنه. اصلا مثل باسلوق چیه اون ربطی نه، باسلو شیرینیه. نه میدونم مثل یه مدل دیگرش هم هست که نخ توشه. نمیدونم نه. زابل، فاریاب، روزگان، فرا و بلخ نیست فاریاب از ولایت هایی هستند که انجیر در آن تولید میشود. در ضمن هند، انجیر بهتری میوه دیگه، میوه بهشتی دیگه. اروپایی بزرگترین خریداران انجیر افغانستان میوه بهشتی انجیر. بر بنیاد گفته های وزارت زراعت از 3500 هکتار باغ 24300 انجیر تولید شده است. ایران نزدیک 500 تا وزارت زراعت میگوید که انجیر به شکل تجارتی در قندهار، زابل. چون بچه اصلا انجیر اینقدر دیگه فواید چیزی داره، دارویی داره بعضی جاها. شما میبینید مثلا تو ایران، حالا تو افغانستان نمیدونم، تو اتاریا، تو جایی که مثلا دارو گیاهی میفروشن میفروشن. آره بچه ها مثلا واسه این کار کرده، واسه گوارش بیشتر واسه مصارف اونا استفاده میکنه. شرح خوشگل با ادب گفتی، خوش آمد. آره برای گوارش این داستان ها، چون من شنیدم ها که میدازن تو آب مثلا با اون آب، مثلا یه ذره آب گرم میندازن، ولرم میندازن، میمونه درودتون رو شل میکنه دیگه. دیگه قاطی بالا پایین یکی میکنه دیگه. حالا ما 300ش با ادب میگفتیم دیگه، دیگه نشد یه واضح تر باید میگفتم. و در غیر آن در 16 ولایت باغهای انجیر وجود دارد. انجیر اون شیرش دیدی؟ یه سفید انشیر سفید میاد موقع که چیزه خوش نشده. نه خوش نشده است بچه. اونو اون شیره رو من نمیدونستم، منم اینجوری از این اون شنیدم. بعد خدا بیامرز من مادرم هم بهم گفت این میوردن این چیزای خال بعد چیز بود رو بدن در میاد، خال ریز میزا در میاد، یه زیگیل در میاد، بزن رو اون تمام چند روز مثلا، مثلا تو یه روز دو روز میسوزونتش زد بشه. ببینید چه چیز مفیدیه. خبر معلومات همه جور است. آره وزارت زراعت افغانستان
در ولایت بلخ نیز در حدود 100 هکتار زمین باغ‌های انجیر وجود دارد. انجیر یکی از میوه‌هایی است که در مدت زمان کم فاسد می‌شود. این سال بچه‌ها فکر کنم همین مشکی‌هاشو خوش می‌کنن یا نه اون نه سفید دارم سفیدا رو دیگه سبز سفید میشه. آره دیگه زرد. زرد همون زرد دیگه سفید سفیدم که نمیشه. همون زرد حالت زردی داره آره. ولی حاجی اینا هم هست اینا هم یه مدلشه دیگه اینا اکثرا میرن همینجور سیاه میشن دیدی حلقه حلقه میوه عادی میشه این موقع آره مشکی ها زیاد خوش نمیشن اینا میوه بیشتر در بازارهای هرات و ولایت‌های همجوار آن به شکل تازه به فروش میرسد. یک کیلو انجیر تازه در ولایت هرات به طور اوسط 60 افغانی قیمت دارد. 60 افغانی خب 60 افغانی مینیم 900 تومن بود دیگه افغانی الان آره 900 تومن میتونه گرون هم باشه الان 60 افغانی همون 900 کیلوی 54000 تومن نمیم 60000 نه گفت 60 گفت 60 افغانی دیگه خیلی قیمتش از ایران بهتره ایران نزدیک 100 نه بذار من بگم دیگه انجیر میوهی گفتم میوه گفت میوهش اینو گفت آه این آره 54 تومنه میوهی 70-80 تومن 100 تومن دیگه نهایتش بهتره که 35000 تومن دیگه همینه. ببین زمانی که اولش میاد بچه تا 70 تومن 80 تومن میره تا 100 تومن هم میره ولی یواش یواش میاد ولی خوشکش گرونه. میوه در دیگر ولایت ها متفاوت باشد. وزارت زراعت گفته است که در بلخ خوشکشون سواک میشه دیگه تازه تا 140 افغانی به فروش میرسد. 40 افغانی در حال حاضر 1 کیلوگرم انجیر خشک در بازار نزدیک به 1000 افغانی به فروش میرسد. بنابر معلومات ریاست زراعت هرات تنها 20% انجیر تبلیغ شده در این ولایت پروسس و خشک می شود و بیش از 90% انجیرهای تبلیغ شده در هرات از ولسوالی زندجان هرات می باشد. زندجان هرات ببین اکثر ببین میوه تو هر چیزی می بینیم تو میوه تو نفت توی نمی دونم معادن اورانیوم و نمی دونم اینجور چیزا می بینیم افغانستان مثلا 10% 20% 30% دارن برداشت می کنن بقیهش مونده. بچه این یه مدل دیگه اینجوری میوه خشک است تو ایران الان دارن فریزش میکنن فریز که نه یه دونه یه ماده بهش میزنن خشک میشه هر میوه ای را شما سیب و بیار اصلا مثلا پفک میشه بعد بعد اینه مماله تو افغانستان هم هست اینجوری درست میکنن یا نه بگیر انجیرشو من گرفتم یه انقدرش گرفتم کیلوشم گرونه نزدیک 800 تومان حلقه ای میکنن و میگی پفکه دیگه توت فرنگی هم اینجوری درسته خوش کردن بهش چیز دادن نمیدونم یه ماده ای هست که خشکشون میکنه مثل پودر میشه خب مثل یونولیت میشه انگار دیگه خب میندازی خرب خرب مثل لواشک میشه نه خرب 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 آره خم خم کن دیگه خب پفک نمیدونم توت فرنگی انگور دونه‌ای نمیدونم کیوی گلابیه گلابی ها رو ورق ورق میکنم خیلی خوشمزه بود بریم انجیر یکی از میوه‌های بسیار خوشمزه و از مرغوب‌ترین میوه‌های صادراتی افغانستان است که برای بهبود سلامت قلب کاهش کلسترول جلوگیری از سرطان روده بزرگ درمان کمخونی مفید برای بله. بیماران دیابتی جلوگیری از سرطان پستان تقویت استخوان‌ها تنظیم فشار خون بالا پستان گفت نه برای پروستات مردان هم هست من نشیدم هم چیزی گفته باشه چرا جلوگیری از سرطان پستان نه این نگفت دارم میگم برای تنظیم فشار خون بالا افزایش قوای جنسی کاهش گلو درد درمان بواسیر همه چی اصلا میگم در مورد صحبت نکنیم میگم بچه ها اما اول گفتم میوه بهشتی یعنی چی میوه بهشتی یعنی کل درداشو درمان میکنه دیگه قربون خدا برم تو یه میوه ببین چی میذاره بیخوابی تقویت سیستم ایمنی افزایش شیر بیخوابی در جوانسازی پوست یوتیوبرا مشکل خواب داره و دیگر امراض مورد استفاده قرار میگیره یه با دکتر برای خودش دارم میگم که بچه تو ایران تو داروهای گیاهی و عطاری ها میفروشن یه با دکتر برای خودش گرم آب کم و زمین شور پرورش میابد بنابراین چنین آب و هوا پرورش میوه انجیر بسیار مناسب میباشد. مقدار حاصل میوه از هر درخت انجیر که عمر بالاتر از 4 سال دارد در طول فصل میوه دهی که از ماه اسد آغاز یا اخیر ماه میزان ادامه پیدا میکند و در اینجا کیلو میرسد. انجیر افزون بر اهمیت اقتصادی و غذایی که دارد حاجی اینا که الان اینجا کار میکنن از انجیر زده شده حرارت و آبهای شور مقاوم میباشد. بنابراین درخت انجیر از نظر علم همین دیگه بچه آب خاصی هم نمیخواد چون این برای زمان اون موقع است که زمان مال 1400 سال پیش دیگه خب اون موقع 1500 قبل این بشری این چیه داستان ماستانا دیگه بالاخره اونو میخوردن دو تا سه تا میخوردن بدن رو نگه دارن بعد بچه ها بعضی موقع دیگه این خرابا شو یا مثلا دیگه اونا که دیگه آتشخال شده اونا رو میبرن کنسانتره میکنن میدن به حیوانا
آره دیگه بدنش مثلا اون گیرایه بدنش اوکی باشه، شیردهیش خوب باشه. درختانی محسوب میگردد که در مقابل کم آبی و درجه حرارت بلند مقاوم میباشد. همه شطور میتواند به منظور دسترسی به میوه انجیر و سرسبزی ذخیره داره آره دیگه. در زمین های کم آب و راهروها درخت انجیر قصد نمایند و تکثیر این نبات توسط هر جو گیرت بیاد میتونی انجیر. آره دیگه، چون بچه ها اینا بدنشون حساب نگاه کنین دو تا سه تا لایه پوستی دارن، شیدم داره زیرش. آره همون شیره مثلا میبینی آب نداشته باشی میره از اون استفاده میکنه دیگه. شما تو حیاتتون داشتی؟ آره دیگه. بعد همونو میزدی لامصب، فقط اون برگاش میخوره به بدن آدم، میخوری و مثل پشم شیشه است. همه میخورن یه با حساسیت داشت. نه همه است، یه چیز خاصی داره دیگه. اگر درخت انجیر درست تربیت شود میتواند تا ارتفاع 6 متر رشد نماید که در این صورت علاوه بر دسترسی به میوه انجیر شما بود 6 متر. از سایه درخت انجیر در هوای گرم تابستان بهتر استفاده میشود. انجیر تاشقرغان نامی آشنا در کشور است. تاشقرغان نام دره زیبا با طبیعت مخصوص است. در گشته میشه آجی، من دیگه دارم ضعف میکنم دیگه، بریم بعد اینجا یه نهار بخوریم. ای بای، نه انجیر بزنیم. آقا انجیر الان فصلش نیست که، نمیدونم از کجا پیدا کنیم. الان همون خشک شما داریم الان؟ نه خشکش نه، طبیعی اینجوری چیزش میوه‌ایش. دمتون گرم بچه‌ها که تماشای نظر خودتون رو بگید که اصلا جزء فیوریت میوه ها یا فیوریت خشکبارتون هستش انجیر یا نه. تو ایران سفره های عیدشون همیشه هست. آره بعد تو مثل نخود کشمش میندازن تو جیبشون دیگه، چون چیزی الان گرون شده. قبلا ارزون بود، مثلا مثال پسته 400 تومان کیلویی بود، این مثلا 100 تومان 70 تومان کیلویی بود. آره. الان پسته شده 1200 300، این دیگه 1200 که نیست، نه پسته اعلی رفسنجان بخری 800 900 تومان یه تومان دیگه. این مثل نخود کشمش تو جیبشون الان دیگه. دمتون گرم، بعد لایک سابسکرایب بکوبید، زنگ و لیسا رو بزنید. تا ویدیو بعدی، بدرود. Thank you.